چون رو میشناسند. استاد سیاوش اوستا امروز در مهمان ما هستند و من بسیار خوشحالم و به ایشون در واقع درود میفرستم. اما پیش از اون با وجود اینکه نیازی به معرفی ندارند، یک خلاصه ای از کارهای بزرگی که ایشون کردن رو خدمت بینندگان و نسل نوعی که شاید با ایشون آشنایی نداشته باشن در واقع میگویم. استاد اوستا ده ها سال است، شاید نزدیک به 40 سال است یا بیشتر، که در واقع در راه مبارزه فرهنگی برای ایران زمین هستند. استاد اوستا ده ها سال است که در پاریس برای فرهنگ ایرانی نبرد می کنند. ایشون نخستین بنیانگذار در واقع رادیوی 24 ساعته پارسی در پاریس هستند و ایشون تألیفات بسیار زیادی در فرهنگ و تمدن ایران و نقد اسلام دارند. ایشان توجه ویژه‌ای در تحقیقاتشان و پژوهش‌هایشان به آیین رازآمیز مهر و میترائیسم دارند و ایشان بنیانگذار گاه شماری 7000 ساله میترائی سیاوش اوستایی هستند. استاد با نهایت شجاعت تمام در پاریس که قتلگاه بزرگان و روشنفکران ایران بوده است، کسانی مانند دکتر کوروش آریامنش، شادروان دکتر بختیار و افراد بسیار زیادی از فرهیختگان ایرانی در پاریس کشته شدند، کشته ارتجاع سیاه شدند و استاد در با نهایت شجاعت ده ها سال است که در این شهر زندگی میکنند و همچنان نبرد میکنند برای فرهنگ ایران زمین. استاد من خدمت شما درود میفرستم و آمدن شما رو برنامه خودم خوش آمد میگم. درود بر شما مهمان یار گرامی آقای دکتر کی اشکان اردلان، افشار نادری، آقای دکتر حاضری، بسیار شادمان هستم که با شما مهمان یار هستم. اشک در چشمان من آمد انگاه که پیشگفتار بسیار 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 زیبا و تاریخی رو خوندید که حماسه بود از نبرد و مقاومت و پایداری مردم سرزمین اهورایی از قرنها پیش تا به امروز. واقعا امروز در این واویلای فساد اندیشه‌ای که جهان رو گرفته و همه سرسپرده تازیان شدند، همه به گونه ای در رسانه ها میبینیم قدر نمیدانن کسانی که برای اون آب و خاک جون خودشون رو دادن. آقای دکتر من از شما بسیار سپاسگزارم به خاطر این پیشگفتار بسیار تاریخی که از قادسیه نخست تا قادسیه دوم و در قادسیه که همچنان ادامه دارد شما سرودید. سپاسگزارم. با شما هستم مهمان یار. خواهش میکنم استاد. بله متاسفانه قادسیه ها تمامی ندارند و آنچه که از در واقع برمیاد از شواهد و قرائن نشون میده که قادسیه سوم هم گویا در راه است. اما در واقع استاد این برنامه رو اول یک بار دیگه از شما سپاسگزارم که لطف کردید، وقت گذاشتید و به این برنامه اومدید، برنامه خودتون میراث جاویدان ایران باستان اومدید. استاد من در این برنامه میخواستم که همان گونه که در واقع درباره در مقدمه درباره نوآوری های شما گفتم کمی در واقع تمرکز بکنیم، یک فوکوس ویژه‌ای داشته باشیم روی کارهایی که شما کردید. ما در این برنامه یک چند تا سوال از شما میپرسم درباره همین در واقع کارهای بزرگی که کردید و یک تمرکزی روی گاه شماری که شما بنیان گذاشتید، گاه شماری 7000 ساله میترائی در واقع اوستایی، سیاوش اوستایی انجام میدیم. استاد من قبل از هر چیز از شما پرسشی داشتم و اون این که در میان ایران شناسان و کسانی که در فرهنگ ایران تحقیق کردن خیلی کمن افرادی که متوجه اهمیت مهر و میترا در فرهنگ ایران باستان شده باشند. تا اونجایی که من میدونم حتی روانشاد پوردابود که نخستین اوستاشناس بود و اوستا رو در واقع ترجمه کرد هم ایشون مهر رو در واقع در ردیف دیگر ایزدان و فرشتگان و
همشاسپندان گرفته بودند و زیاد توجه ویژه‌ای بهش نداشتند. اما از این میان شما توجه بسیار ویژه‌ای به مهر و میترا کردید و این برای من بسیار جالب است، چون اهمیت این دین برای تاریخ ایران فوق‌العاده جایگاه ویژه‌ای دارد. این بسیار مهم است و همچنین برای تاریخ جهان بسیار مهمه، به خاطر اینکه ما می‌دانیم که این دین تاکنون زنده است در قالب برخی سازمان‌ها. من نخستین پرسشم از شما این هست استاد که چگونه شد که نخستین بار با نام مهر و میترا آشنا شدید و با این فرهنگ کهن آشنا شدید که بعدها تحقیقات کردید و درباره اون کتاب‌های نوشتید؟ چگونه شد نخستین بار؟ اگر خاطره ای دارید در این باره، اگر که بگید به ما خیلی خوشحال میشه. سپاسگزارم. برای پاسخ گفتن به این نکته، آقای دکتر بایستی یا به طنز و یا به جدی اشاره داشته باشم به این موردی که شما گفتید همکنون که در این سرزمین قتل و کشتار اروپا و به ویژه پاریس، سیاوش اوستا چگونه تونسته سیاهندی درون بیاره و بمونه. این مهر یزدان پاک هست و مهر یزدان پاک ما همچنان که من دیدم در این یاد داشتی که نیم ساعتی پیشم برای من فرستاده بودید که حالا بعدا صحبت خواهیم کرد، در این یادداشت به احساس و عشق و مهر ایرانی اشاره کرده بودید و اینها، و ما همواره در ایران از همون هنگامه میترا مهر تا به امروز یک فره وجود داره. این فره، فره ایزدی، این خرد مینویست که همه چیز رو مثل یک شاعر نمیشه رفت درس خوند، داده میشه به انسان. اکثر شعرها امکان داره سواد هم نداشتن در طول تاریخ، ولی بزرگترین شعرها بودن. نمونه‌هایش رو من خودم در مشهد دیده بودم و مثلا در همین پاریس، آقای دکتر من برای نخستین بار به شما بگم، من از سال 1982 که وارد پاریس شدم تا به اکنون 7 مورد ترور انجام شده روی من و نشانهاش در بدنم هست و غیره، و معجزه آسا یعنی مهر یزدان بوده و اون فره بزرگ ایزدی بوده است که من رو نجات داده، که گفتنش الان دیگه بهش نمیخوایم بپردازیم. و این جریان میترا، آی دکتر کی اشکان اردلان نازنین من، من از هنگامی که خردسال بودم برای نخستین بار توسط پدرم باهاش آشنا شدم و بعد در آموزش‌هایی که از پدرم گرفتم یک عشق و علاقه خاصی بهش پیدا کردم که بعد در هر کجا که رفتم در پی میترا بودم. خیلی جالبه این اتفاق. من به شما بگم که من از همون هنگامی که از ایران خارج شدم در کتابخانه‌های لبنان، بیروت، دمشق، قاهره، قونیه و استانبول ترکیه و جاهای دیگه، بعد اروپا که اومدم در لندن، پاریس، همیشه به دنبال میترا بودم تا همین دیشب. دیشب پیش از این که من پاریس رو ترک کنم، چون همونطور که گفتم من در سفر هستم، وقتی که به پیش همسرم رفتم، دیشب ساعتی کنیم 2 بود، گفتم امروز خداوند بزرگ به من یک ارمغان نو داد. گفت چی بود؟ گفتم یک میترا. آی دکتر من دیشب در پی کاری که داشتم میکردم یک تندیس نوینی از میترا رو پیدا کردم رو اینترنت که این رو تا کنون هیچ جا ندیده بودم. میدونید که زیباترین تندیسی که عکسش هست همه جا از میترا، این الان در واتیکان هست، در موزه واتیکان هست و الان هم دورش حساب گرفتن که افراد نمیتونن برن، ولی من با مهر یزدان پاک چندین بار تونستم برم. من دفعه آخر رفتم با یکی که حساب داشت بهش نزدیک شدم. این زیباترین تصویری است که تندیسی است که از میترا وجود داره، ولی این تندیس که عکسش من دیشب پیدا کردم و همین اتفاقی هم بود، از اون هم زیباتره. یعنی در میگه در پیش تو دوان شو سوی تو میآید، آی دکتر میترا رو من دنبال کردم و اون هم با من پا به پا بود و خلاصه یک عشق تاریخی است. من باز هم با من ارمغان برنامه نازنین شما بهتون بگم، چند هفته پیش که مهرورزی شده بود برای من، برای زایشم میخواستن شم بذارم، ران گفتم بذارید 7000. من با میترا زاده شدم، ما همه با میترا زاده شدیم و همه ما از میترا هستیم. ما 7000 داشتیم در 60
سال زندگی خودم خوشحال بودم که رقب 7000 که یک سمبل بسیار زیبا همونطور که میدونید هست آقای دکتر، و در طول تاریخ این سمبل وجود داشته و جهانی است، و اشاره کردید به حضور میترا در بعضی جاها. اینو بگم و تموم کنم این پاسخ به پرسش شما رو. تا همین الان که من و شما داریم با هم گفتگو میکنیم آقای دکتر، در آلمان هنوز میتراگراها موجود هستند. من بارها رفتم به زاربروکن آلمان، در کوههای زاربروکن وقتی که شما میرید بالا نوشته به آلمانی معبد میترا فلش زده. من چند سال پیش عکس گرفتم منتشر کردم، هرگاه که من رفتم، من میرم همین یک ماه پیش هم اونجا بودم پیش میترا بودم، معبدی است از میترا، همونطور که ما سابق داشتیم در جایگاه مختلف ایران، در دامنه کوه، در انبوه درختان. آی دکتر، تمام تصاویر و مجسمه های میترا رو کندن ولی ردش مونده، و اون رو الان اداره باستانشناسی آلمان دورش حصار کشیده ازش مراقبت میکنه. اینو میخوام بهتون میگم، هرگاه رفتم اونجا دیدم که شمعهایی برافروخته است. یعنی هنوز میتراگرایی در آلمان وجود دارن که میرن در اون معبد میترا که توسط شوربختان مسیحیان، که خودش عیسی مسیح شاگرد میتراست، همچنان که تمام پیام‌آوران همه برگرفت، همه فلاسفه، حالا فرصت بشه بهتون عرض بگم، همه شاگرد میترا هستن، همه اعتراف کردن، از سقراط و افلاطون و ارسطو و فیثاغورس بگیرید تا به امروز، همه اعتراف کردن، همه رهبران دینی اعتراف کردن که شاگرد میترا بودن. و این میترا چطور میتونه با کسی نباشه؟ میترایی که هستی و حیات از مهر و خورشید هست. بله استاد، من خیلی ممنون از توضیحتون، واقعا خیلی جالب این رو گفتید. من هم متوجه در واقع اهمیت میترا زمانی شدم که در واقع برای نخستین بار با کارهای شما و کارهای روانشاد ظبیح بهروز آشنا شدم، و همچنین شاگرد در واقع استاد بهروز آقای دکتر محمد مقدم که کتاب مهر و ناهید رو نوشتن. ولی تا اون موقع به چشم یک در واقع بخشی از فرهنگ کهن ایرانی که نابود شده به اون نگاه میکردم و هیچگاه فکر نمیکردم که این زنده باشه، مخصوصا پس از اون که فهمیدم که در برخی از سازمانهای تاریخی در جهان تا کنون، برای مثال در سازمانهای فراماسونری در رتبه 32 که وقتی میرسن به نام میترا سوگن میخورن، اون وقت فهمیدم که این اصلا یک چیز شوخی نیست و این بسیار در واقع رازهایی در این هست و در واقع این بسیار عمیق هست فهمیدن این مفهوم. خیلی ممنونم از توضیح شما استاد، و پس به افتخار شما ما قبل از اینکه شروع بکنیم راجع به گاه شماری 7000 ساله شما صحبت بکنیم، بخشهایی از دوستان خواهش میکنم که حدود 4 تا 5 دقیقه از فیلم آیین رازآمیز مهر میترائیسم بخش یکمش رو حدود 4-5 دقیقه رو نشون بدن تا ما برگردیم در بخش دوم صحبت بکنیم راجع به گاه شماری 7000 ساله میترائی سیاوش اوستایی. بازخوانی داستانهای مهری که پیشتر از آنها آگاه شدیم، گروهی از دانشمندان مهر پژوه ایرانی که پیشرو آنها را استاد زنده یاد ذبیح بهروز و شادروان دکتر محمد مقدم دانستند، به بازگشایی یک چهره فراموش شده تاریخی و گم شده در پشت یک سونگری های سخت اندیشان تاریخ واداشته است. آنان با بررسی گفتارهای فراموش شده و کنار هم نهادن گوشه های تاریک و بیپاسخی از تاریخ ایران باستان، چنین دریافتند که سده ها پس از کمرنگی کیش مهری که پیش از زرتشت در ایران زمین روایی داشته است، بار دیگر به هنگام اشکانیان یک چهره تاریخی با نام مهر سوشیانس برای رهانندگی و زندگری دوباره آیین فراموش شده مهریان پدیدار می گردد.
خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این بخشای از این فیلم آیین رازآمیز مهر میترائیسم خوشتان اومده باشه و مورد پسندتون قرار گرفته باشه. ما در مجموعه 120 قسمتی فیلم های میراث جاویدان ایران باستان 5 فیلم رو به آیین مهر یا میترائیسم اختصاص دادیم که 2 فیلم اون اکنون موجود هست برای عموم که در واقع نمایش داده می شود و این بخشای از در واقع شما چند دقیقه از فیلم نخست اون رو دیدید. برمیگردیم به استاد گرامی سیاوش اوستا و درباره فعالیت‌های ایشون. استاد، همونطور که در بخش اول برنامه گفتم، فعالیت‌های بسیار زیادی داشتن که متاسفانه وقت نداریم که درباره همه اینها صحبت بکنیم، اما یکی از کارهای ایشون که بسیار کار بزرگی هست و عده معدودی امیدوارم که بعدها مورد توجه عده زیادی قرار بگیره، چون کاریست بسیار عمیق و زمان میبره تا همه مردم رو درک بکنن، در واقع گاه شماری 7000 ساله میترائی هست که در واقع من اون رو چون مبتکرش ایشون هستند به نام میترائی سیاوش اوستایی مینامم و در واقع این گاه شماری رو من از 10 سال پیش با این آشنا بودم و در واقع می دونستم که استاد هر سال تقویم های این رو چاپ می کنن و این گاه شماری رو با پشتکار زیادی به مردم عرضه می کنن و شنیدم که چند وقت پیش استاد یه تغییراتی رو هم بر پایه کشفیات جدیدی در باستانشناسی که انجام شده تصمیم گرفتن که در این تقویم انجام بدهند و اکنون خواستم در واقع نظر ایشون رو بپرسم که چه شد که تصمیم به این تغییرات گرفتن، گاه شماری 7000 ساله رو از کی در واقع استاد شروع کردن. استاد لطف بفرمایید برای ما یه توضیحی بدید راجع به تاریخ این گاه شماری 7000 ساله، کی این ایده به ذهن شما رسید برای نخستین بار و چند وقته که این تقویم ها رو چاپ میکنید که و در واقع چه شد که تصمیم گرفتید که یک سری اصلاحاتی رو در این انجام بدید. ما گوش میدیم، بفرمایید. بله مهمان یار آقای دکتر کی اشکان اردلان افشار نادری نازنین و مهمان، من در هنگامی که از ایران گریختم و با مهر یزدان پاک تونستم تن خودم رو بردارم از اونجا فرار کنم، یک سال خورده پس از انقلاب سیاه به بیروت وارد شدم و در بیروت و در دمشق به دانشگاه میرفتم و درس میخوندم اونجا و می دیدم که بسیاری از واژه هایی که ما در ایران داریم پارسی استفاده می کنیم اینها تازی است و اونجا این در ذهن من اومد که من برای هر واژه تازی واژه پارسیش رو پیدا کنم و اگر نیست کشفش کنم یا بیافرینمش. به تاریخ رسیدم و دیدم ایرانی ها تاریخ رو برای تازیان آوردن و گریز پیامبر تازی رو از دهی به دهی دیگر یکی از خلفاشون تاریخ اینها گذاشته و این تاریخ هم دو تاست، یکی مال اوناست که قمریه هی میرقصه، یعنی شب یلداشون همیشه رقصانه، شب یلدا همون قدریست که اینا نفهمیدن میگن شب قدر، همون شب یلدا سه بلندترین شب سال، یه بلندترین شب سال که نمیشه یه بار زمستون باشه یه بار تابستون باشه یه بار بهار باشه، حال این شب قدرش نمونه. و بعد من میدیدم که این موارد بسیار حساس هست که ملت ما مردم ما این بشناسیم. پس از این که واژه‌نگاری رو آغاز کردم اونجا، همین اتروهه میگن، اتروهه یعنی تز، تزی اونجا من نوشتم با تیتر و عنوان از میترا تا محمد، که اونجا میترا پشت تصویر هست اولین چاپ کتاب، بعد این لای تازی که این لا رو وقتی حسین ارشاد رو ساختن همه میگفتن که این ابوبکر عمر و عثمان تو این لا و میگفتن نه اینجور نیست، اینا که واقعا همونه، چون حسین ارشاد رو در ایران عربستان با پول عربستان سعودی آقای همایون ساخت و میناچی با پول عربستان سعودی ساختن برای ویران کردن ایران، مهدیه رو در جنوب با کافی ساختن، در شمال برای روشنفکر حسین ارشاد رو ساختن و اون لا عمدن آرم
وزارت ارشاد عربستان سعودی بود که گذاشتن توی حسینی ارشاد. من این لارم واژگون جایی که جوری بود واژگون توی اون روی جلد کتاب گذاشتم، که البته همه این کتاب ها به ویژه دو کتاب که در رابطه با میترا نوشتم به پارسی و یکم به فرانسه نوشتم، این مجموعه در کتاب من با خدا رقصیدم آمده است که 10 جلد از کتاب من اونجاست. من در این اندیشه فرو رفتم و تحقیق و مطالعه کردم روی تاریخ ایران و انواع تقویم هایی که موجود هست و کمی ستاره شناسی اینها رو مطالعه کردم، تحقیق کردم، خوندم، همونطور که بهتون گفتم به کتابخانه‌های بزرگ جهان نیز مراجعه کردم و وقتی که تونستم بگریزم از اونجا، چون اونجا مورد تهدید قرار گرفتم و مجبور شدم فرار کنم از بیروت و به اروپا آمدم، و همزمان که وارد اروپا شدم تلاش هم بر این بود که بتونیم یک کار فرهنگی بزرگی درست بکنیم در رابطه با همین شناساندن فرهنگ کهن به ویژه میترا و غیره، و دیدم بهترین، زیباترین روز شماره که یک ایرانی میتونه داشته باشه، یک ایرانی همونطور که شما نیز برای باور هستید و نوشتید در این مانیفستی که حالا روش صحبت خواهیم کرد، که ایرانی وقتی ما میگیم، پارسی زبان وقتی میگیم، دری زبان که میگیم، در این شیر ایران گربه نه، شیر ایران خلاصه نمیشه. از روسیه بگیرید همونطور که شما همه اینها رو یاد کردید، تا حتی قونیه و ترکیه و لبنان ما دروزی ها رو داریم که دروزی ها اینها همه زرتشتیان هستن، ایزدی ها که قتل عام شدن در این قادسیه سوم، ایزدی ها همه اینها زرتشتی ها هستن در و کرد های عزیز، و دیدم همه اینها این شامل میشه این تاریخ میترا و میترایی و مردم آری، مردم آری های دکتر که هیچ نبایستی جنایاتی رو که یک ابله نادان نازی مرتکب شد ما به تاریخ ببندیم. جریان آریا و آریایی بودن امروز، اینم تو پرانتز باید به شما عرض کنم و مهربانیانی که باید میشناسن، تموم شد. از انحصار هیتلر آمده بیرون، همه پی بردن که هیتلر یک استفاده نادرستی از این واژه بزرگ اهورایی کرد. آریا یعنی انسان آزاده، انسان آزاده. امروز بسیاری از یهودیان نام فرزندان خودشون آریا و آریان میگذارن، یعنی به این رشد فکری رسیدن. برای همین اساس گفتیم میترا و آریا این تاریخی میشه که نه سیاسی است، سیاسی نیست، دینی هم نیست، چون میترا مثبسان تمامی زرتشت هایی که آمدن که 4 تاشون بزرگترین بودن، میترا دین نیاورده، تلنگر زده به خرد انسان، کاری که زرتشت در توشت نخستین که شاگرد میتراست، افلاطون سقراط، ارسطوی افلاطون، فیثاغورس اونهاست زرتشت نخستین. برای همین هم است که وقتی میاد زرتشت، ایزد مهر برترین خداوند در اندیشه زرتشتی نخستین است. این دوگانگی که من دیدم بسیار لذت بردم، شما در مانیفست بهش اشاره کردید، این دوگانگی همونجاست که در زرتشت نخست نیز به میترا بالاترین مقام رو میده. تا کنون آی دکتر که اشکان کمتر پیش اومده که هگل وقتی میره مارکس بیاد عظمت بده به استاد خودش، اکثرا استادان خودشون رو نقد کردن، ولی زرتشت نخستین استاد خودش رو در بالاترین مرتبه میبره میترا. بدین رو من بران شدم که سالنامه رو بیافرینیم در این رابطه. بعد دیدم تقویم جلالی که کیوان پارسی، حکیم عمر خیام نیشابوری آفریده بر این 7000 توجه و نظر و نگاه داشته. اما در اون هنگامه چون خودش رو میکشن، حسن صباح رو میکشن، خواجه نظام الملک رو میکشن به خاطر عرق ملی میهنی ایرانی آریایی که اونا داشتن، برای که جون خودشون نگه داره اون تقویم رو 7000 سال ور میداره و اون جلالی رو میبینیم اونجور که رایت شد میگذاره، وگرنه در روایتش میگه که فردا که از این دیر کهن در گذری با 7000 سالگان سر به سریم. بر همین اساس ما از سال 1984-85، چون 84-85 برگه یک صفحه‌ای بود، امکانات مالی
ضعیف منتشر کردیم سالنامه رو. پس از اون با مهر یزدان پاک کارهای من رونق گرفت از نظر چه و اینها. دیگه همونطور که شما یادآوری کردید تقویم رو منتشر کردیم که امروز این تقویم در تمامی کتابخانه‌های رسمی جهان از جمله بیبلیوتک ناسیونال فرانسه یعنی کتابخانه ملی فرانسه و دیگر جاها رسمیت داره، یعنی به رسمیت شناخته شده این تاریخ و این تقویم. این رو منتشر کردیم و عجیب آیه دکتر مورد استقبال مهمان یاران در داخل ایران قرار گرفته. بزرگان بسیاری در میدان هنر آکادمیک که من میبینم اینجا، اجازه پروانه میخوام از شما که نامیم بیاورم از کسی که سالیان سال تقویم ایران رو، ایشون رئیس بخش دانشگاه ملی ایران بودن در رابطه با انتشار تقویم و از زمان محمد رضا شاه تا از کنم خدمتون چند سال پیش سالنامهی که در ایران میخواست در بیاد بایست امضای استاد مکتومی بود. ایشون در حدود 20 سال پیش که آقای اقبال هنوز زنده بودن، آقای اقبال مدیر و صاحب انتشارات اقبال در تهران، در ایرانشون چند سال از جهان رفتن، روانشون شاد بود، خیلی کتاب چاپ کرد. انتشارات اقبال یکی از کهن‌ترین سازمان های انتشاراتی ایران هست که تقویم هم همیشه ایشون در میاد. استاد من اون موقع به من گفت که سیاوش اوستا، من تقویم آریایی میترایی 7000 ساله رو وارد کامپیوتر کتابخانه ملی ایران کردم. و از همونجا سای دکتر که شاهد هستید و هستیم، زحماتی که شما کشیدید که واقعا همچنان که بارها گفتم شما شدید یک تاریخ سینما سیمایی از فرهنگ و تمدن 7000 ساله ایران با این کارهایی که انجام دادید، پژوهش‌های نوین ایران زمینی که انجام دادید و در ایران این به ثبت رسید. از اونجا آقای دکتر تا به امروز شما بشمارید ببینید چه آثاری در ایران کشف شد و می شود که خود اونها قدمت اون رو مشخصا به 7000 سال میدن و این 7000 سال نه سیاسی است، فقط تاریخ تمدن و تاریخ میترایی و مردم آزاده ایران آریایی است. بله استاد، خیلی ممنون از توضیحتون و من هم همینطور، من واقعا شگفت زده شدم به خاطر اینکه اول که من آشنا شدم با این کار شما دلیلش رو نمیدونستم. من با در واقع کار البته گاه شماری زرتشتی آشنا بودم ولی اساس محاسبه این گاه شماری 7000 ساله رو نمیدونستم. بعدها که با روانشاد استاد سریانیدی، ویکتور ایوانوویچ سریانیدی، یکی از باستانشناسان خیلی مطرح دنیا که ایشون یونانی تبار است ولی در روسیه زندگی میکرد تا پیش از مرگشون، افتخار اینو داشتیم که به سرزمین کهن ایرانیان، ایرانویچ در واقع، اونجا بریم و در خراسان بزرگ شروع بکنیم به کاوش‌های باستانشناسی. به ویژه از سال 2003 تا سال 2013 که ایشون متاسفانه به یک قبل از کاوش‌های تپه تایب در صحرای کاراکوم، ایشون به یک طریق کشته شدن. یعنی در واقع من هیچگاه دلیل مرگشون رو متوجه نشدم و بعدش ما رو رسما از ترکمنستان که الان در کشور به نام ترکمنستان صحرای کاراکوم قرار داره، ما رو دیپورت کردن از اونجا. یعنی رسما دیپورت شدیم و سال 2013 تا الان که 2017 هست، من 4 سال هر کاری کردم که بتونم یه تیمی از باستانشناسای در واقع استرالیایی یا روس رو به اونجا بکشونم، به ما ویزا ندادن و دیگه این کارا انجام نمیشه. به هر حال من این رو در پرانتز گفتم که یعنی اون دوستان بدونن که این کارا به این سادگی نیست و نیتهایی وجود داره که این تمدن عظیمی که به گفته خود روانشاد سریانیدی ایشان 40 سال در اونجا کاوش کرده بودن در صحرای کاراکوم و در صحراهای دیگه، تپه باستانی گنور و تپه های دیگر، و به من میگفتن که در کتاباشون هم نوشتن که 5%
درصد از آنچه که زیر خاک است رو هنوز بیرون نکشیدن و 95 درصد این تمدن بزرگ مونده. حالا آنچه که در ارتباط با تقویم شما هست، در صدق تقدیم، در صدق تاریخ تقویم شما، باید عرض کنم که در تاییدش آزمایش های کربن 14، یعنی رادیو کربن دیتینگ که بهش میگن، و همچنین مهمتر از اون تکنولوژی جدیدی که الان در باستانشناسی هست که بسیار دقیق تر از رادیو کربن دیتینگ هست، یعنی لومینسنس در واقع دیتینگ، لومینسنس دیتینگ، این تکنولوژی که بسیار دقیق تر هست و دیگه به ارگانیسم های زنده هم در واقع بستگی نداره مثل رادیو کربن که باید یه سری ارگانیسم های زنده مرده رو پیدا کنن، در اینجا حتی میتونن مستقیما دیتینگ سفال ها رو هم پیدا کنن. آنچه که در آخرین کاوش های روانشاد ویکتور ایوانوویچ ساریانیدی در واقع به دست آمد، آن بود که تاریخ مجموعه باستانشناسی ایرانویچ یا سرزمین کهن ایرانیان که امروزه با نام علمی BMAC نامیده می شود، یعنی باکتریا مارگیان آرکیولوژیکال کامپلکس، و همچنین حوزه های تمدن کناری اون مانند حوزه تمدنی باستانشناسی آندرونووا، قدمتی بین 5000 تا 6000 سال پیش از میلاد دارند. و این در واقع نه تنها این قدمت ها مشخص شده است و در آخرین کاوش های ایشون که میگم متاسفانه ناکامان هم مشخص شد، افسون بر این که در واقع دقیقاً بین 7 تا 8 هزار سال قدمت رو تعیین میکنه، همون موقعی، همون مقداری که شما در واقع در گاه شماریتون استفاده میکنید، افسون بر این در واقع ما نشانه هایی به دست آوردیم در کاوش های باستانشناسی حوزه BMAC که نشان دهنده آینه های میترایی در اون دوره بوده و این در واقع بسیار شگفت‌آور است و نشان می‌دهد که دقیقاً در اون موقع وجود داشته است. ما اول بهتر اما از دوستان خواهش می‌کنم عکس‌های شماره 1 تا 15 رو نشون بدن. در عکس‌های شماره 1 و 15، بله اینجا من هستم و استاد ویکتور ایوانوویچ ساریانیدی. عکس بعدی لطفاً، در اینجا در صحرای گنور هست، در واقع صحرای کاراکوم هست، تپه گنور. اینجا گورستانی هست که من موفق شدم این رو کشف بکنم، حتی من مثل استاد موفق نشدم که شهرشون پیدا کردن و در واقع قلعه ها و دش ها پیدا کردن که ما میبینیم، ولی خب من به هر حال به عنوان یک کمک باستانشناس که با ایشون بودم، در واقع این یکی از گورستان هایی بود که ما استخوان های اینها رو همه رو برای نمونه برداری کردیم و برای تعیین آپلوگروپ ژنتیکی فرستادیم به استرالیا و همچنین در اونجا آثار بسیار زیادی در خود گورها هم در واقع پیدا شد. عکس بعدی رو دوستان نشون بدن. بله، و بعدی، بله اینجا استاد همونطور که میبینید و اون دقیقا با گاه شماری شما تطابق داره، حوزه باستانشناسی بسیار بزرگی هست که آندرونووا هست و زیر اون حوزه باستانشناسی BMAC هست. اینا هر دو مربوط به ایندو ایرانیان یا همون آریاییان کهن هستند که این حوزه تمدنی دقیقا مطابق بین 7 تا 8 هزار سال پیش وجود داشته و در واقع تعامل و همکاری بوده با حوزه تمدنی سند در شمال هندوستان. لطفا عکس بعدی رو دوستان نشون بدن. بله استاد، من خواهش میکنم این رو، عکسش رو، البته من نمیدونم، من سمت چپ رو خوب نمیبینم، اگر بتونن دوستان عکس رو کمی منتقل کنن شاید تو تلویزیون خوب باشه. بله بله، این عکس استاد، اگه شما دقت بفرمایید، شما در اینجا که در اون حوزه تمدنی به دست اومده، دقیقا این رو استاد ساریانیدی پیدا کردن و عکسش از من هست. شما میبینید اینجا دقیقا پیدا کردند، دقیقا باورهای میترایی قابل مشاهده است، چه این که جنگ گاو و شیر که در تخت جمشید نمایان هست، اینجا به صورت جنگ ببر در سمت چپ و گراز در سمت راست است، یعنی جنگ دو
دوبن هستی و در میانه اون در واقع سیمرغ یا گریفون یا عقاب دو سر هست که در واقع میان این دو داوری میکند و این اشاره است به یکی از در واقع خیشکاری ها یا وظایف میترا که داوری بین خیر و شر است و این دقیقا نشون میده که اون گاه شماری که شما در واقع مبتکرش بودید با کاوش های باستانشناسی تطبیق میکنه. عکس بعدی رو دوستان نشون بدن. بله اینجا اون شهر بزرگی هست، اگر میتونن دوستان کمی این عکس رو بزرگترش بکنن. اینجا در واقع بله این اون شهر بسیار بزرگی هست که استاد سریان دین رو پیدا کردن در و وسطش یک قلعه هست، همون گونه که میبینید در همان صحرای کاراکوم هست و در ایران ویش سابق. عکس بعدی لطفا. اینجا دوباره اون حوزه رو نشون میده که چه حوزه هایی در بر میگیره اون صحرا. عکس بعدی. اینجا آناهیتا استاد پیدا شده، همونطور که میبینید آناهیتا باور بسیار شگرفی در نقش مهمی در باورهای میترایی داشته و اینجا مجسمش پیدا شده. عکس بعدی لطفا. اینجا باز یک قلعه است که اینجا ما برای استاد سریانیدی بازسازی کردیم، یکی از قلعه هایی که ایشون پیدا کردن اینجا بازسازی شده. این فقط قلعه نیست، یک شهر کامل با سازه ها، با لوله های آبکشی، با فاضلاب، با نمیدونم سیستم های پیشرفته شهری، مغازه ها، مدارس و کاخ ها و همه این ساختارهای شهری دقیقا وجود داشته است. عکس بعدی لطفا. این باز یک دونه یک قلعه دیگه هست که ایشون در صحرای کاراکوم پیدا کرده. بسیاری از این قلعه ها رو ایشون پیدا کرده. عکس بعدی. باز هم یکی دیگه بازسازی اون. باز عکس بعدی لطفا. و اینجا این اصل پلن هوایی یکی از این قلعه ها هست که پیدا شده، نقشه هواییش در واقع این هست. اینجا یک بله عکسی که صورت مردی هست و بله بله اینجا استاد یک موبد یا موق میترایی پیدا شده در این حوزه تمدنی که همونطور که شما میبینید دقیقا با همون کلاه شکسته میترا در واقع و اون روش کلاهی که حافظ هم میگه نگار من آنکه چه کلاه بشکستی، دقیقا در اون سیستم پیدا شده و نشان دهنده است. با این نشان میدهد که این حوزه تمدنی متعلق به ایرانیان متعلق بوده است، به ایرانیان بوده و مغان در اون نقش مهمی رو داشتن. عکس بعدی لطفا. اینجا استاد اگه دقت کنید گردونه مهر یا اون چیزی که به سواستیکا میگن که متاسفانه هیتلر از اون بد استفاده کرد رو ما گردونه مهر که در واقع سمبولیست از چرخهای اون در واقع عرابه مهر که بر آسمان سفر میکند رو ما اینجا پیدا کردم و از طلا هست. شما همطور که میبینید سواستیکا پیدا شده در اونجا. عکس بعدی لطفا. اینجا استاد خطهایی پیدا شده در این تمدن، همونطور که میبینید این خطها خطهایی است که با در واقع با شباهت بسیار زیادی به خطهای حوزه تمدنی سند در شمال هندوستان داره و نشون میده از 7 تا 8 هزار سال پیش تمدن ایرانی کهن‌تر از تمدن هند، کهن‌تر از تمدن بابل دارای خط بوده است و این خطها هنوز رمزگشایی نشده ولی تعداد بسیار زیادی از این الواح پیدا شد. بله استاد، همون گونه که دیدید در این عکس ها دقیقا اینها شگفتی داره که با تمام کاوش های باستانشناسی اون گاه شماری شما در واقع تطبیق داره و مطابقت میکنه، مطابقت داره. لطفا اگر که شما صحبتی دارید در پایان این برنامه چون وقتمون کم هست بفرمایید تا که بعدش من با بینندگان عزیز خداحافظی بکنم. دکتر نازنینم، بسیار از مهرورزی های شما به تاریخ و تمدن هزاران سالتون سپاسگزار هستم. من تلاش های خردمندانه شما بسیار بسیار مفید است برای تاریخ ایران. تو پرانتز فقط بگم چون شما از ترور آن استاد عالی مقام سخن گفتید، من با آگاهی شما برسونم که سال 1996 امام علی رحمانی رهبر تاجیکستان، رئیس جمهور تاجیکستان تصمیم گرفته بود که تاریخ 7000 ساله تاریخ رسمی اون کشور بشه و توسط استاد محمد عاصمی رئیس آکادمی تاجیکستان و استاد امام علی رحمانی ما بران شده بودیم که سال 1996 در ماه سپتامبر یک نشستی در اونجا تشکیل بدیم به نام نشست جهانی ابر جهان آریایی و در این راستا تاجیکستان
تاریخ رسمی خودش از میلادی به تاریخ 7000 ساله بکشه. شوربختانه هنگامی که استاد محمد عاصمی رئیس آکادمی تاجیکستان و استاد امام علی رحمانی و استاد اساتید بسیار دیگر تاجیکستان پرونده 30 نفر از مهربان یاران زیر بغلش بود، از جمله من و دیگر یاران، یک ماه پس از اینکه دکتر کوروش آریامنش رو که یکی از اعضا و هسته های این اندیشه و تفکر بود در پاریس کشته بودن، درست یک ماه بعد وقتی این پرونده زیر بغلش بود، استاد رو در شهر دوشنبه به یک مدرسه ای میکشن و استاد عاصمی رو اونجا کشتن و این نشست جهانی بر جهان آریایی یک نام دیگه گرفت و به یک مسیر دیگه رفت شوربختانه. اما امروزه جهان زحمات شما رو پاس میداره و جهان دیگه این رو آگاه شده است که با گلوله و با شمشیر چه تازی و چه استعمار نمیتوانند فرهنگ و تاریخ و تمدن کهن آریایی رو نابودش کنند. نمونش آقای دکتر، ارمغان به یاران گفتم همچنان در زاربورکن شمع روشن میکنن برای میترا و مجسمه آزادی در نیویورک، اصلش در پاریس، مجسمه آزادی توسط بتولمه یک میتراگرای آریایی ساخته شده، در دستش مشعل فروزان میترا و زرتشت و در دست دیگرش کتاب اوستا رو داره. اوستا 120 جلد کتاب بوده، یک کتابخانه بوده که زرتشت های چهار و پنجگانه که هر هزار سال و هر صد سال برای نجات انسانیت و تاریخ و تمدن ایرانی می آمدن، این کتاب اوستا 120 جلد کتاب بوده. این کتاب ها رو می دزدن که در یونان سقراط و افلاطون و ارسطو و اینها به وجود میاد و خود اونها میگند که با اوستاخانی است که اونها به اونجا رسیدن. آقای دکتر نازنینم، بدین رو گاتاهای زرتشت فقط سروده های آخرین زرتشتی است که استاد ذبیح بهروز تقویم 3755 رو از اون گرفته و اون آخرین زرتشته، واپسین زرتشته، نخستین زرتشت همون نور آذرخش و تشت زرین همیشگی است. این تشت زرین آقای دکتر، کردهای عزیزمون اشکانیان مادها به زرتشت میگن تشت زرین، و همین خاطر در برنامه مستعد که العربیه ساخت در ابتدا من صحبت میکنم فرور رو نشون میده، از همین تشت زرین سخن میگم. میتراست و زرتشت ها شاگردای اون هستن. بر همین اساس با مهر شما و مهر یزدان پاک از این پس سالنامه 7000 ساله با سال 7755 منتشر میشه و دنبال میشه تا اینکه یک همبستگی از تمامی اندیشه ها و فرهنگ و آیین ها که دینی است، آیین های زندگی است و بهشت سازی این دنیاست، از این پس منتشر میشه. بفرمایید استاد. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه و همون گونه که یاد دکتر کوروش آریامنش رو کردید، باید عرض کنم خدمتون که یک قانونی که وجود داره و شما بهتر از من میدونید این است که در واقع با کشته شدن هر کدوم از کسانی که در راه روشنگری گام برمی‌دارن، ده ها برابر بیشتر به این وادیه میپیوندن. چه اینکه یک روزگاری در زمان دکتر آریامنش و اون موقعی که خود شما در واقع شروع کرده بودید به نقد برخی از مطالب دینی و مذهبی اسلامی، تنها یکی دو نفر توی دنیا بیشتر نبودن. بعدها آقای فولادوند پیدا شد، بعدها آقای مشیری پیدا شدند و اکنون دیگه بسیاری از کسانی هستند که این کارها رو می‌کنند. مسعود انصاری آقای دکتر، مسعود انصاری، بله متاسفانه الان ذهنم خاطرشون رفت و منظور من هست کسانی که کتاب نوشته بودن. البته میگم استاد علی دشتی هم بود در 23 سال رو نوشتن و شادروان در واقع شجاع‌الدین شفا بودن تولد دیگر و غیره، ولی کسانی که جرأت داشتن برنامه بسازن و درباره مسائل صحبت کنن، شما بیشک از اولینا بودید و روانشناس دکتر کوروش آریامنش. اما درباره بر اون به افتخار در واقع این دوستان عزیزان از دست رفته،
با یک شعری در واقع برنامه‌مون رو به پایان میبریم و با سپاس مجدد از شما این شعر رو میخوانم که چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد بیا تا همه تن به کشتن دهیم مبادا که کشور به دشمن دهیم بیا تا همه به دشمن شیمن در کمین به راه پیشمرگان ایران زمین بدرود.